سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان این برنامه در کنار من صدف رو داریم دوباره سلام و کارون و فرهاد با ما هستم سلام سلام امروز فرزاد یه یه ذره مریض احوال بود سالت؟ که سالت که داشت دیگه نتونست بیاد ولی ما گفتیم که اپیزود رو ضبط بکنیم بریم جلو اینشالله که امروز چند شنبه پنج شنبه است شنبه دیگه برتر <applause> ما دفعه پیش میخوای یه مقدم میخوای، ما دفعه پیش شبه که کردیم درست معرفی نکردیم صدف رو میخوای معرفی بکنیم و بعد ریش و قیچی رو بسپاریم دست صدف و ببینیم که این دفعه برامون چی داره آره یه معرفی بکنیم و یه نگاهی به فیدبک های اپیزود قبل بندازیم <applause> صدف روان درمانگر هستن بعد اه <applause> اه چند تا در واقع ورکشاپ انجام داده بودن روی موضوع روی موضوعی که خیلی از ما ایرانی ها توی در واقع ماه های اخیر باهاش دست و پنجه نرم میکنیم مشکلات حالا روحی روانی دلایلش تراما و اینکه چه جوری از اینا گذر کنیم چرا اینجوری نگاه میکنیم نه دارم نگاه میکنم فقط داره نه در حالت بگیم دیگه فکر کنم آره میگم یه سر بعد دیگه ما هم تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو با داشته باشیم چون که در واقع باورمون این بود که خیلی کمک میکنه به همه ما ایرانیا توی زمانهای سختی که داریم سپری میکنیم اپیزود قبلی که صحبت کردیم صدف راجبه کودکی یک دیکتاتور که بزرگترین دیکتاتور معاصره صحبت کرد هیتلر آدولف بعد ما حالا همیشه تو قسمت همون گفته بودیم که همه چیز برمیگرده به بچگی آدم صدف و رسم شکل اینو اثبات کرد آره دیگه یعنی شما هر مشکلی توی زندگی الانت داریم برمیگرده به بچگی ولی اونایی که بچگی نامناسبی داشتن یهو تصمیم میگیرن بزرگ شدن دیکتاتور بشن و آدم ها رو بزنن با خوشن و فار, لطو لطو فار. آره. <applause> بعد حالا قبل ضبط داشتیم با صحبت میکردی من فیدبک یا حالا کامنت هم که انگلیسی بازخورده بازخورده اپیزود قبل رو نگاه میکردم هم تعداد ویو ها حالا به نسبت اینکه بعد از این داستان های اخیر یه مقدار افتاده تعداد هاش خوب بود همین که بر اساس کامنت ها نظری که شنیدیم اکثریت مثبت بود اینجوری بگم به نسبت حالا دفعات قبل که ما کار مشابه انجام داده بودیم خیلی با استقبال عمومی بهتری مواجه شد درستان. و این نشون میده که این دست موضوعات بیشتر مورد پسند بقیه واقع میشن و شایدم الان یه شرایطی هست که آدما بیشتر دوست دارن با اینجور چیزا در موقع... یاد بگیرن در موردشون که شرایط همیشه احساس میکنم یکی راست میگفت می گفتش که ایرانیا همیشه توی شرایط حساس کنونی هستن الان دیگه خیلی حساس آره. کنونیه الان دیگه فکر کنم احساس میکنم بیشتر به درد آدم ها میخوره بیشتر آدم ها نیاز دارن که با همچین در واقع تاپیک های صحبت بکنن حالا تو ادامه حرفتو بده من یه کامنت کوچیکی دیگه داشتم نه همین میخواستم یه اپیزود قبلی با استقبال خوبی مواجه شد حالا بریم الان این اپیزود چجوری قبل از اینکه تو فارسی نشه ده. بگی قبل از اینکه شروع بکنیم ما هم میگیم که همه چی برمیگرده به بچگی آدم برمیگرده به کودکی اینا چقدر شاید اشتباه دارم سوالمو بیان میکنم ولی امیدوارم که متوجه بشیم بهم. چقدر میتونیم خانواده ها رو سرزنش بکنیم به خاطر میگیم که همچی برمیگرد به بچگی آدم دیگه اون بچگی هم فقط خانواده هامون داشتیم که بهشون در واقع ریلای بکنیم چقدر تکیه بکنیم چقدر این برمیگرده به چقدر از این مسئولیت روی دوش پدر مادرها هست چون من خودم باورم اینه که تا یه حد دیگه تا یه حدی ما میتونیم بگیم که اونا مثلا خطا کردن چون بنده خودم که حالا از قصد خیلی هاشون این کارو نکردن یه شرایطی بوده نسبت به حالا دانشی که داشتن نسبت به علمی که اون موقع رایج بوده برای بزرگ کردن و بچه ها بهترین در واقع کارشونو کردن حالا یه سری ها مریض بودن بابا هیتلر مثلا میزدتش چون هم آزار میداد و فلان و آره اونو میتونم قبول بکنم ولی بقیه ماها چی که بابا اون سگمون نمیزده <applause> فکر کنم این سوال خودمون فکر کنم این سوال خودش یکی دو تا اپیزود بخواد میخواد <applause> <يعني> خیلی اگه <applause> اگه خیلی, خیلی سوال چیزیه میتونی بزنیمش بعدا نه نه سوالت فقط سوالت خوبیه خیلی سوال خوبی پرسیدی خیلی ممنونم از سوال پرسیدی ولی قبل از اینکه جواب بدم اول تشکر میکنم که از کسایی که اپیزود قبلی رو نگاه کردن و این وقت رو گذاشتن که حتی نظرشون رو بگن خیلی ارزشمنده و Um, حداقل برای من خیلی مهمه که بدونم که um, چه, به چه دردی میخوره این اطلاعاتی که میدم و بیشتر من رو um, هدایت میکنه توی اون مسیری که بتونم بیشتر um, کمک کننده باشم سو so خیلی ممنونم از, از همه آ, این سوالی که پرسیدی خیلی سوال خوبیه و هیچی ما نمیخوایم هیچ پدر مادری رو سرزنش بکنیم اصلا قصد از اینکه به بچه گیت نگاه میکنیم هیچ وقت برای دانش کردن نیستش فقط برای اینه که متوجه بشی که تجربت به عنوان یه بچه چی بوده تجربه کودکیت چی بوده و چقدر این تجربه تو دوباره داری زندگیش میکنی و چقدر براش کمک گرفتی سپورت گرفتی یا اینکه چقدر باهاش تنها بودی آه. زمانی که ما تنها میمونیم با اون تجربهمون و حالت تجربه درموندگی رو داریم آه. اون موقع است که این تبدیل میشه به تراما و همونطور که توی زندگی هیتلر نگاه کردیم حتی پدر هیتلر هم این نبود که آدم میخواست آزار اذیت برسونه بهش آزار اذیت شده بود سو so, اتفاقا این um, یه um, دریچه خوبیه واسه موضوعی که امروز میخوایم صحبت بکنیم در موردش که اونم تراما هست و تراما انواع مختلفی داره یه, یه سری تراما داریم جنریشنال یعنی نسلا در نسل سو so, از یه نسلی به یه نسل دیگه منتقل میشه um, توی انگلیسی میگن یه بازی هست مثل هات پوتیتو انگار که زمینی داغ و هی نمیتونی تو دست نگرداری پرتش میکنی به یکی دیگه دا. و این این منتقل میشه به نسل بعدی اون اتفاقی که واسه پدر مادر ما افتاده و ازش تا جایی که ناآگاه هستن و روش کار نکردن منتقل میشه به نسل بعدی حتی خود من تا جایی که از دردام آگاه میشم از از تراما هم آگاه میشم و براش کاری انجام میدم اون موقع درمونش کردم ولی میتونم منتقل کنم به بچم به نسلهای بعدی اوکی okay, پس این بارش روی دوش خودمونه که اگرم مشکلی بوده توی بچگی اون خودمون بریم سعی کنیم پیداش کنیم حلش بکنیم راه حلش رو پیدا کنیم یعنی تو نیست که بریم خب پدر مادرمون یعنی اون احساس میکنم به قول خارجی ها میگن ایزی وی اوته. این یه راهیه که آدما میخوان سنبل کنن میگن خب ما پدرمادر بدی داشتیم با همون رفتار بد شده به خاطر همین ماهای مشکلات رو داریم دقیقا من همیشه حرفی که میزنم اینه که ما قربانی موقعیت هامون نیستیم قربانی اون محیطی که توش بزرگ شدیم و شرایطی که بودیم نیستیم تا یه جایی آگاه نبودیم نمیدونستیم از کجا میاد ولی الان که آگاه شدیم مسئول درمان کردنش خودمون هستیم این شرایط متفاوت اگر که داریم راجع به یه بچه صحبت میکنیم ما همه بزرگسال هستیم وقتی که ادات میشی بزرگسال میشی مسئولیتش با توه و درمان یکی از چیزایی که توی درمان داره توی انگلیسی خیلی کلمه جالبی رو معلم من استفاده میکنه میگه ما وقتی که هیل میشیم وقتی که درمان میشیم we become responsible یعنی نه اینکه مسئول به جز اینکه مسئول میشیم we become response able یعنی مت... قادر به جواب پاسخ پاسخ میشیم هستیم. دقیقا so, این برای بزرگ ساله ولی وقتی که یه بچه هستش توی اگر پدر مادر یه بچه هستیم هر موقع که یه آسیبی رو به بچه وارد میکنن پدر مادر چه خواسته چه ناخواسته مادامی که متوجه میشن تنها وظیفه پدر مادره که اونو ترمیم بکنن ما حتی اگر توی بزرگ سالیمون شانس اینو داریم که پدر مادر آگاهی داریم و میریم باشون صحبت میکنیم میگیم که مثلا این تجربه یاد من افتاد که اینطوری شد اینطوری شد و من این آسیب رو دیدم از طرف شما و برای من این تجربه سختی بود تو اون پدر مادر آگاه اگر که ما شانس اینو داریم که پدر مادر آگاهی داشته باشیم مسئولیت اونو به عهده میگیرن حتی توی بزرگسالی و کمک میکنن که تو اینو در, در، ترمیمش بکنی بهت کمک میکنن که از این سختی عبور بکنی میگن که او مثلا ما موقع متوجه نبودیم یا هر چیزی که بود و این همین که شما رو تایید میکنن همین که با شما همراه میشن تو این تجربه دردناکت کمک میکنه که از این عبور بکنی ولی خیلی وقتا پدر و مادر رو میگن نه دیگه همین این بود که بود یا ما همینش هم نداشتیم بچه های امروزی چقدر فلان اونجا ممکنه که خود دردناکتر باشه تجربه ولی بازم مسئولش ما هستیم um... یه سوال دیگه که دارم بعضی موقع اینقدر <تصفح> من بگم قبل اینکه سوال اگه موضوع عوض میشه مربوط به حرفه حالا جالبه تو این پروسه هیل شدنی که یعنی درمان شدنی که صدف اشاره کرد اون اتفاق وقتی بیفته اتفاقا رابطه ماها با پدر مادرمون بهتر میشه چون همونجوری که ایمان گفت اول, اول،, اول، واکنش اولیه‌ای که ماها میتونیم داشته باشیم اینه که سرزنش کنیم بگیم خب ما که اون موقع توانی نداشتیم قدرتی نداشتیم اونا ما رو تو این محیط بزرگ کردن و حالا ما توی این سن باید تاوان اون داستان رو بدیم ولی وقتی اون پروسه هیل شدن انجام بشه این در واقع اون فکر سرزنش کردنه از ذهن ما دیگه دور میشه رابطه مم. ما هم با اونا سالم تر میشه و این خیلی جالبه من دو تا مسئله بگم یکیش انقدر از موقع اون حالا پرسه ای که یا اون مشکلی که بوده انقدر دردناکه ای که تو اصلا نمیخوای به یادش بیاری که بخوای بری صحبت بکنی یعنی من میفهم که صحبت کردن با پدر یه با هر شخصی که حالا ممکنه یه آسیب تو زده باشه ممکنه بعضی موقع انقدر دردناک باشه که تو اصلا نخوای به یادش بیاری چه برسه به اینکه بخوای بری با طرف صحبت بکنی تو ذهنت هم دیدی وقتی میخوای بری با کی صحبت بکنی یه کانورسیشن و در واقع درست میکنی تو ذهنت که اون چی جواب میده من چی جواب میدم آره بعضی موقع خود اصلا پرسه آماده کردن انقدر سخته فقط دارم دوازد بکت بازی میکنم بگم که بعضی موقع چرا این کار و بعضی موقع حالا این پروسه واقعا میتونه خیلی گرون باشه از لحاظ مالی یعنی الان پروسه رفتن پیش روانپزشک روان یه پروسه روانکاو یا روانپزشک یا کلا گرفتن کمک نسبت به مشکلاتی که آدم دست و پنجه نرم کرده باهاش معمولا خیلی گرونه نمیدونم حالا تو کانادا یه چیزی کاور هست یا نیست واقعا تلاش ندارم ولی میدونم که توی ایران خیلی چیز گرونی می محسوب میشه برای همین بعضی موقع آدما مجبور میشن که خود درمانی بکنن از روی اینترنت دو چیز میخونن که معمولا نتیجه عکس و مثلا اشتباهی هم داره ولی بعضی موقع از هم بعض یه دلیلیه که آدما نمیرن سراغش یه زی دیگه هم میتونم بگم اشکال نداره به احساس کنم هایجک کردم خودتونه ما <تصح> نه آخه می چیه یه مشکلی که هست ما قبلا اپیزودامون گفتگو محور بود تو <تصح> طول هفت مثلا دو هفته شاید مثلا مهمون داشتیم یه روزش میشستیم خودمون رو خالی میکردیم در ذهن میکردیم <تصح> الان یه چهار پنج ماه که ما نداشتیم همین یا برای همین یه سری چیزا من هم توی تو ذهن هم هی میگذشته دوست داشتم در صحبت بکنم یه اتفاق دیگه هم که حالا توی این مدت توی حالا حداقل چند تا از خانواده هایی که من میبینم افتاده تراما ها شاید بهشون کمک کرده که به هم دیگه نزدیکتر بشن اتفاقایی که تو ایران افتاد حالا انقلابی که داره اتفاق میافته، احساس میکنم خیلی از افراد خانواده حالا دور و نزدیک ما یه سری مشکلاتی رو توی حالا یه سری مشکلات بوده که باش دست و پنجه نرم میکردن ولی الان وقتی دیدن که الان یه ذره واضحتر شده دیگه مشکلات حالا بانوان مشکلاتی که باش دست و پنجره رو هم میکردن تو جامعه الان یه ذره اومده بالاتر همه دارن بهش رسیدگی میکنن همه دارن میشنوند در هم موردش همه میفهمه که چقدر رفتارای اشتباه بوده تا الان احساس میکنم رفتار خیلی ها تو خانواده ما نسبت به مثلا بعضی از خانوما عوض شده مم. احساس میکنم که این تراماه خیلی ها رو به همدیگه نزدیک کرده اون میگفتم آدمان احساس قبیلگی میکنن میگن یه, یه گروهی دوستان آدما توی یه گروه باشن دیگه وابسته به همسته گروهی همسته باشن همسته. الان این همبستگی احساس میکنم همه یه دشمن مشترک پیدا کردن نسبت به حالا شاید شیش ماه گذشته و همه دارن میفهمن که این مشکلاتی که توی این خانواده ها بوده از کجا نشد گرفته یا کیا باعث و بانیش بودن هم. گفتم من دارم بگم که از خالی شم مرسی ایمان که گفتی آه. آه. در مورد چیزی که کارون گفته همونطور وقتی که ما با به رابطه با پدر مادرمون فکر میکنیم و درمانش میکنیم وقتی که بتونیم برای پدر مادرمون شفقت داشته باشیم و درکشون بکنیم و اونا رو به این چیزی که خیلی مهمه و کمک میکنه به درمان کردن را هر رابطه ای اینه که ما فراتر از اون نقشایی که جامعه به ما داده به اون انسان به عنوان یه شخص نگاه بکنیم درسته که یه شخصی پدر منه یه شخصی مادر منه ولی قبل از اینکه پدر مادر من باشه یه انسان بوده و خودش دردهای خودش رو داشته و ابزارهای خودش رو داشته که بخواد با اونا رو به رو بشه سو وقتی که من اونا رو از قالب اون نقشایی که جامعه بهشون داده بیرون بیارم و به عنوان یه انسان نگاهشون بکنم خیلی براشون شفقت دارم و تا وقتی که ما شفقت پیدا نکنیم برای خودمون اول و بعد برای دیگران ببخشید این میرقم و برای پدر مادرمون یا هر شخص دیگه که توی زندگیمون هست نمیتونیم به اون درمان دسترسی پیدا بکنیم سو دلیلش که رابطه ها بهتر میشه اینه که شفقت پیدا میکنیم برای پدر مادرمون و در اونا رو هم توی دردشون میبینیم دیگه اونا رو گناهکار و مقصر نمیدونیم سو so این در مورد چیزی که کارون گفت و در مورد چیزی که شما گفتی دقیقا همینطوره ما وقتی که فکر میکنیم که یه چیزی سخته نمیریم نزدیکش شما ما همیشه اتوماتیک وار چیزای راحت رو دوست داریم ولی همین کانورسیشن همین صحبت های سخته که باعث رشد ما میشه چون ما همیشه این مثال کلیشه هستش که همه جا میگن مثل یه الماس که زیر یه فشار و گرمای خیلی زیادی تبدیل به الماس میشه یه کربونه که تبدیل به الماس میشه ما هم توی این سختی ها هستش که وجودمون سیقل میخوره و به اون خود واقعیمون میرسیم چون اون باورایی که داریم اون عاملای بازدارنده‌ای که داریم و باهاشون روبرو میشیم با اون ترسامون روبرو میشیم بنابراین میتونیم که به اون الماس درونی دسترسی پیدا کنیم حرف کلیشه‌ای از اینکه روان نه نه بفهم اصلاف. نه فرضش رو و از اینکه درمانگر بیمه کاور میکنه یا هزینه هاشو پرداخت میکنه توی کانادا بس بیشتر مواقع اگر که بیمه اضافه دارین بر بیمه تکمیلی داری کمک میکنه و کاور میکنه سرویس هایی که میخواین بگیرین و, و هیچ ایرادی هم نداره که اگر ما از اطلاعاتمون رو از جاهای دیگه پیدا بکنیم فقط مهم اینه که واقعا توتیوارانه بهش نگاه نکنیم مثلا یه, یه منبعی رو پیدا بکنیم که اون اطلاعاتی که داره به ما میده به قلب ما میشینه برای ما کمک کننده است و توی ام... توی اینترنت توی سوشال میدیا خیلی آدمای هستن اشخاصی هستن که اطلاعاتشون رو بدون بدون دریق در اختیار میذارن اه... که بتونن به دیگران کمک بکنن so هیچ ایرادی با اون قضیه نیستش ام... همین من شروع کنیم ریشو میدم دست شما ببخشید یاد 15 دقیقه من رنت کردم به قول خارجی ها ولی بفهم به قول کارون برنامه خودتونه اوکی سو امروز در مورد چون هفته قبلی راجع به این صحبت کردیم که چی میشه که یه نفر ظلم و ستم میکنه به یه انسان دیگه و به این نتیجه رسیدیم که هر کسی که بهش ظلم و ستم شده به دیگری ظلم و ستم میکنه به همین سادگی هر کسی که احساس انسانیت رو تجربه نکرده با دیگران غیر انسانی رفتار میکنه و این به معنی نیستش که ما داریم اونا رو توجیه میکنیم یا میخوایم کارشون رو بگیم اوکی این کار خیلی خوبه یا بده فقط میخوایم درک بکنیم بخاطر اینکه به خودمون کمک بشه موضوع دیگه که هستش حالا وقتی که داریم درک میکنیم که دیگری چه ترامایی چه دردی رنجی رو تجربه کرده ما اینه که متوجه بشیم که خودمونم چه درد و رنجی رو تجربه کردیم و اصلا متوجه بشیم که تراما چی هستش تراما یعنی چی چون یه کلمه که تازگی خیلی ازش زیاد استفاده میشه و خیلی هم به صورت کژول یعنی چی آمیانه, آمیانه. به میره. جای اشتباه به کار میره <applause> خیلی جای اشتباه شاید به کار میره حالا به خاطر اینکه کلمه بهتری پیدا نمی کنم این اشتباه ها غلط نداریم ولی خب یه جایی که شاید واقعا اون مطلب رو ادا نمیکنه به کار میره سو so, تراما uh, چی هستش تراما یه دردیه که ما باهاش تنها بودیم و زندگیمون بعد از تجربه اون درد متفاوت شد تجربه زندگیمون بعد از اینکه اون درد رو تجربه کردیم کیفیتش عوض شد کیفیت زندگیمون عوض شد حالا تراما مدل مختلفی میتونه داشته باشه نسسری لزوما فقط این نیستش که مثلا یه اتفاق خط بدی برای من افتاده مثلا یه کسی رو از دست دادم یه تصادفی شده یا از این قبیل اتفاقات رایج <applause> نه منظورم اینه که آدم انقدر نیاز نداره شدید باشه <تصفح> این اینسیدنت ها منظورم هست میخوام از کلمه که همه اینسیدنت ها استفاده یعنی اتفاقی. یه اتفاق یه جا که محدود به یه مد... به یه زمان و مکان مشخصیه و یه بار اتفاق افتاد تموم شده رفته این یک نوع از چاما هستش که توی یه زمان مشخص یه مکان مشخص یه اتفاق دردان که روی یه نفر تجربه کرد سو so این یه نوعشه یه نوع دیگه که داریم که همونی بود که اداف تجربه کرد یا اینکه هر کدوم از ماها ممکنه تو زندگیمون تجربه کرده باشیم تراما در دوران رشدمونه اسمش تو انگلیسی میگن developmental trauma چیزیه که ما از تو ب... بچگیمون بزرگ شدنمون تجربه کردیم و هی تکرار شده تو طول زمان همینطوری هی این تراما وجود داشته درسته یه چیزی, بو... یه چیزی, که تو طول زمان تکرار میشه درمان کردن و شناسایی کردن این دیولپمنتال تراما خیلی سختتر از اون اینسیدنتال تراما هست چون اون راحت میتونی شناسایی بکنی بگی این اتفاق افتاد و نسسرلی لزوما دوباره این نیستش که وقتی که ما یه اتفاق دردناک و تجربه میکنیم حتما تراما میگیریم ما وقتی تراما میگیریم که با اون دردمون تنها باشیم و هیچ کسی به ما کمک نکنه اون چیزی که ما نیاز داریم توی اون لحظه مثلا اینه که بشنویم از یه نفر که تقصیر تو نبود اه. اینو هیچ کس به من نگفت و من این معنی رو درست کردم تو ذهنم که تقصیر منه من مسئولم و از این به بعد هی یه رفتارایی رو بروز دادیم آره انتخاب میکنم که که, بت... که بخوام اینو هی تو خودم حل بکنم یه چیزی حل شده توی ذهنم میمونه آن میمونه حل شده میمونه سو so, این میشه ترامایی که یه نفر تجربه میکنه حالا توی این جامعه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم توی جامعه ایران اتفاقی که الان توی ایران میفته این تراما توی دو تا سطح بزرگ داره میافته یکیش اینه که همه اینای تراما های شخصی که ما داشتیم تجربه زندگیمون توی اون جامعه که باعث شده که یه تراما های شخصی رو بگیریم و مخصوصا زنهای جامعه ایران که این سرکوب و این فشار مدت طولانی از یه نسل به یه نسل دیگه رفته و توی فرهنگ توی, توی کالبد فرهنگمون مونده یا توی چارچوب دین مونده توی چارچوب جامعه مونده و این تراما رو منتقل کرده به زنان به کسایی که خودشون رو به عنوان زن شناسایی میکنن توی جامعه سو این ترامای شخصی بود و بعد ترامای جمعی که همه ما همونطور که تو گفتی که این تراما ها همه رو به هم نزدیک کرده به خاطر اینکه تجربه مشترک دارن سو بنابراین همزاد پنداری میکنه سو <applause> وقتی که من میبینم که یه دختری توی ایران فقط به دلیلی که حالا روسریش عقب جلو میره میگیرنش میره توی زندان شکنجش میدن اون چون که من دخترم توی منم اونو میاره بالا اون درد و انگار که من دارم تجربه میکنم چون من میتونستم جای اون باشم یا مثلا قضیه هواپیما که بود دقیقا همینو خواستم بگم آره نه بفرم شما قضیه هواپیما که بود ماها ممکنه آشنایی داشتیم اونجا که کسی رو میشناختیم توی هواپیما ولی ممکنه هم هست هیچ کس رو نمیشناختیم ولی اینقدر در و رنج داشتیم تجربه میکنیم چون همه ما مهاجریم همه ما میتونستیم از ایران توی اون هواپیما باشیم که بیایم کانادا بیایم ونکوور و همین که همزاد پنداری میکنیم با اون شخص اینو میکنتش تبدیل میکنه به یه ترامایی که توی یه جامعه قرار میگیره و توی, توی جمعی تجربه میشه یکی از شیوه هایی که آدمای ستمگر میان افراد یه جامعه رو تحت ظلم قرار میدن استفاده از همین تراما هاست که میتونه که اینا تو رو ضعیف نگهت داشته همونطور که هفته قبل گفتم یه باورایی شکل میگیره بر اساس این تجربه تراما ها که تو توی موقعیت ضعیف خودتو میبینی و بعد اونا هی هی از اون نقطه ضعف استفاده میکنن که تو رو کوچیک و کوچیکتر نگهت دارن برای همین خیلی مهمه که متوجه بشی که تراما هات چی بوده تجربت چی بوده هم برای خودت شخصی هم توی جامعه چه اتفاقایی میافتاده که از این آگاه بشی و اینو درمان بکنی و بتونی از اون آگاهی که داری به دیگران کمک بکنی که بهش مثلا حالت آمیانه میگن به بیداری برسی و دیگران هم از این آگاهیت بیدار بکنی so that's trauma um, اگه که تر... trauma خیلی چیز بزرگیه مبحث خیلی خیلی بزرگیه که من um, اصلا حتی کارگاه های مختلف دارم راجع به تراما که همیشه حرف میزنم um, چون همونطور که دفعه قبلی گفتم اساس کار من آگاه هست تراما so, این یه تعریف خلاصه هستش آیا این کامل بودش به نظرتون؟ من جواب سوالی که داشتم تا اونجایی که میتونستم من که رفتم تو فکر اونجوری که نره تا گفتی در دایی که توش تنها بودی و از اونجا به بعد ام. روند زندگی توسط شده من نگاهیم به فرهاد کردم تو به خانه از پای بست ویران هست من یه سوال بپرسم قبل از اینکه ازش رچیم شما گفتین این سری کارگاه ها دارید این کارگاه کیه چجوری آدم ها چجوری میتونن متوجه بشن کارگاه کیه یکی شاید تو منکور باشه بخواد شرکت کنه یا مثلا به صورت آنلاین, هم هست یا بله آنلاین بله از وقتی که کووید هستش که همه چیز آنلاینه سو من اطلاع رو توی اینستاگرام هم انجام میدم برای کارگاه ها و اینکه اگر لینکش اینجا هست لینکش نه واقعا واقعا هست او واقعا هست قبلی هم بود همیشه بود اینجا ایمان هیچ شوخی نمیکنه خیلی یه بار دیگه خب سو so, uh, اینستاگرام هم اطلاع رسانی میکنم و اینکه اگه هم کسی بخواد ثبت کنه از طریق وبسایتم هم میتونه ثبت نام بکنه که توی اینستاگرامتون لینکش هست بله توی اینستاگرام لینکش باش سو این تراما هستش سو در نتیجه تراما که زندگی ما عوض میشه یه منتال دیسوردر اختلال, اختلال, سن... اختلال, رو... اختلال روانی روانی نارسایم. یه اختلال روانی که حالا توی کنونشن سایکولوژی یعنی توی روانشناسی آمیانه آمیانه کلمه خوبی نیست روال اون, convention... اون روانشناسی که روال سن... نه سنتی نه همیشه گی روانشناسی بوده اینه که مثلا به اشخاص تشخیص های مختلف میدن مثلا میگن شما دپرشن داری تو آ... نمیدونم ا... استراب داری اختلال استراب داری یا اختلال پنیک داری یا چیزای مختلف میگن نارسیسیست هستی دو قطبی هستی آم... یه یکی از کس، یکی از معلم های دیگه من که در مورد تراما درس میدن جودت هرمن جودت هرمن به این باور داره که همه اختلال های روانی همشون یک نوع از PTSD هستن PTSD یعنی پست Traumatic Stress Disorder یعنی اختلال بعد از حادثه که همین تاثیر تراما هستن یعنی همه این تجربه هایی که ما داریم ام، یه نوع جلوه, جلوه اون ترامای هستن که ما تجربه کردیم به خاطر همین شیوهی که من استفاده میکنم اولا که به عنوان یه روان کاف من همچین حقی رو ندارم که کسی رو تشخیص اختلال روانی بهش بدم فقط میتونم حدس بزنم که ممکنه که چه اختلالی داشته باشه ولی با این حال هیچ وقت این کار رو نمی کنم که به یه کسی بگم که تو دپرشن داری تو افسردگی داری تو فلانی چون انگار که دارم بهش یه برچسب دیگه میزنم که تو بازم یه ایرادی هم داری در حالی که اینا هیچ وقت ایراد نیستش اینا یه, یه سری ادابتیشن یه سری تطبیق انتباق. انتباق. دادنه که ما وقتی که با اون سختی روبرو شدیم با اون درد روبرو شدیم و توش تنها بودیم یه راه حلایی رو برای خودمون پیدا کردیم که خودمون رو با اون سختی انتباق بدیم بنابراین این طوری خودش رو توی وجود ما نشون میده که مثلا من اطراف ج... توی جمع که قرار میگیرم استرابم میره بالا مم. سو بنابراین مثلا بهم به میگن اختلال استراب داری در حالی که همچی چیزی نیست من فقط اون بعدا همونطوری عکس میده توی جمع و یه دلیلی داره که از یه مقطعی از زندگیم به بعد این شکل گرفته بنابراین خیلی مهمه که PTSD رو بتونیم درک بکنیم که یعنی چی اختلال استرابه پس از حادثه یعنی اینکه همونطور که گفتم یه چیزی اتفاق افتاد و زندگی من از اون به بعد دیگه یه شکل دیگه شد کیفیت زندگیم عوض شد من این سوال احمقانه میتونم بپرسم اصلا احمقانه نیست آدم چجوری میتونه بفهمه که یه چیزی شخصیتشه یا یه, درا... یه ترامایی بوده الان داره باش یعنی با... مثلا شاید من اصلا بعضی موقع دوست ندارم برم توی جمعی یعنی اگرم برم تپش قلب میگیرم ولی به خاطر اینکه اون موقع اصلا آمادگیشو نداشتم که برم این میتونه جزی از شخصیت آدم باشه که آقا من مثلا آدم مثلا به قول خارجی اوتگوینگی نیستم دوست دارم بیشتر توی فضای مثلا خونه باشم، امن خونه باشم. هم. این میتونه جزء شخصیتی از آدم باشه یا اینکه این واقعا یه مشکلی هست که باید رفتید و حلش کرد. می سوال تو با سوال جواب آره. چه فرق داره؟ فرقش اینه که من اگر که بدونم این جزء شخصیت منه، دیگه این رو ندارم که باید برم حلش بکنم، باید برم مثلا پیش روان کاو در واقع این مشکل رو برم کسی رو ببینم چی میگم یعنی این دیگه من اینطوری زاده شدم این همینی که هست ربطی به مشکلات بچگیم نداره بچگی خوبی هم داشتم ولی فقط دوست ندارم توی مثلا جمعایی بزرگتر از ده نفر باشم اوکه. میتونه تراما باشه من دارم خودم رو گول میزنم که نه این شخصیت منه یا اینکه همونطور که گفتم اه من... من لیبل نمیزم نه نه درسته so, okay. بفرم ببخشید سو so, این برمیگرده به تجربه تو so, اگر که اینی که توی جمع بیشتر از ده نفر قرار نمیگیری باعث آزار اذیتت میشه پس بهتره که بری کمک بگیری مهم نیست که از شخصیتت یا یه تجربه تراما بوده بستگی بیاره که شما در نتیجه این تجربه زندگیت چه, چه احساسی بهت دست میده شاید یه موقع میبینی که تو راحتی که نری توی جمع خب نرو تو که okay. هیچ ایرادی نداره ولی یه موقع میبینی که نه وقتی که متوجه میشی که توی جمع راحت نیستی احساس خجالت میکنی یا احساس سنگینی میکنی یا, یا فکر میکنی که یه ایرادی داری خب پس برو کمک بگیر اگر که میبینیم در واقع اون رفتار باعث مشکل میشه و موقع باید بریم کمک بگیریم ولی اگر که نمیشه دقیقا اگر که یه رفتاری تجربه زندگی تو عوض میکنه کیفیت تجربه زندگی تو عوض میکنه پس برو براش یه کاری بکن ولی اگر که کیفیت زندگی تو عوض نمیکنه و احساس رضایت داری و به خود حقیقت نزدیکه چون خود حقیقت ببین چی هستش هدف از درمان چجوری دیگه همون دیگه اون سوال هستیمونه که حقیقی رو بفرمایید این چیزی که روان درمانی بهت کمک میکنه دیگه یا اینکه کار روی خودت بهت کمک میکنه که واقعا آگاه بشی چون ببین همین اداپتشن همین انطباقی که راجع تطبیق تطبیقایی که راجبش صحبت میکنیم همشون یه جور انگار ماسک که من ماسک که من به صورتم گذاشتم که بتونم توی این موقعیت بگنجم توی این موقعیت فرن بشم جا بشم, آره برم مثلا تعلق داشته باشم به این گروه پس صرفا یه ادایی در میارم که اونا منو بپذیرن در حالی که این خود واقعی من نیست و این فقط با اینکه با کنجکاوی و با شفقت به خودت نگاه بکنی میتونی اینو ببینی بدون اینکه خودتو قضاوت بکنی سو so اگر که یه تجربه داری اگر که یه رفتاری داری که And you know that. همه آدم ها اینو میدونن چون شما ما هممون یه انتویشن داریم یه ندای درونی داریم که به ما میگه که آقا این it doesn't feel right این خوب نیست این احساس خوبی به من نمیده <applause> سو بنابراین برابری میری واسهش یه کاری انجام میدی و وگرنه بعضی وقتا هم میگی نه این خیلی راحتم باهاش و ممکنه که تو هنوز این اختلال باشه برات هنوز باعث آزار اذیتت باشه ولی چون که توی محل امنت هست تو احساس راحتی بکنی باهاش ولی بازم تا جایی که تو احساس راحتی میکنی با یه چیزی حتی اگر آسیبزا باشه برات احتمالا براش کاری نخواهی کرد Uh, so, درد باید واسه تو غیر قابل تحمل بشه تا بخوای براش یه کاری بکنی آره. <laughs> متاسفانه mm -hmm. دلیل که اینطور نیستش ولی تو حالت آد... تو بیشتر مواقع اینطوری باید باشه اگه که مکسنس میکنه حرفی mm -hmm. که دارم میزنم نه دقیقا مکسنس یعنی فکر کنم برای تمام مری حتی مریضی های دیگه هم که حالا آدم چون سرطان هم که داره خداینه نکرده اینطوری که تا به یه نقطه خیلی بدی نرسه آدم معمولا نمیرم ببینن چه خبره مثلا خب دیگه مثلا دلم درد میکنه دیگه چی میشم اگه اعتیادم همینطوری آقا چرا نه خب سخته برام دیگه نه راه فیس میکنم چیز بکنم از راه به در بکنم چرا اعتیادم همینطوره صدف یعنی اعتیادم تو باش اوکی وقتی به یه حالا به یه ماده ای یا یه نوشیدنی یا هر چیزی معتاد میشی ولی الزاما اذیتت میکنه تا پوینتی برسه تا نقطه برسه که تو بخوای حالا آگاه بشی یا شروع کنی به درست کردن اوضاع یعنی اعتیادم میشه تو, این کاتگوری آوردش تو این کاتگوری های موقعیت هایی که ما آره ببین اعتیاد ببین تا وقتی که تالرنت درست میکنی تا وقتی که نسبت بهش مقاومت درست میکنی شاید متوجه نباشی ولی یکی از تعریف های اعتیاد بر اونجوری که معلم من گبار تعریف میکنه اینه که یه زبا فارسی دارم ترجمهش میکنم قبل از دیسپایت چی میشه؟ برخلاف برخلاف این که این داره به تو آسیب میرسونه و تو میدونی داره به تو آسیب میرسونه نمیتونی کنارش بذاری سو شخصی که دچار اعتیاده اصلا اعتیاد اعتیاد بحثش جداست. اعتیاد وقتی که به اعتیاد میرسه نباید بپرسی که چرا معتاده، چرا اعتیاد داره. باید بپرسی که چه دردی رو داره با این درمون میکنه، چه دردی رو داره با این ساکت میکنه. تو به اون درده باید نگاه بکنی کسی که اعتیاد پیدا میکنه اعتیاد رو به عنوان یه اداپتیشن یا همون انطباق برای آروم کردن دردش استفاده میکنه. سو خودش آگاهه که یه دردی هستش. ولی خب برخلاف این که میدونه داره بهش آسیب میرسونه اونو نمیتونه کنار بذاره سو به خاطر همینه که به اعتیاد تبدیل میشه اعتیادم هم احساس میکنم خیلی خیلی جمله بزرگیه چون که برای هر کسی اعتیاد متفاوته یعنی تو هر کال تو هر کشوری هم احتمالا کلمه اعتیاد متفاوته چون که بعضی چیزا توی یک سری کشورها قانونی هن بعضیاش نیستن و بعضی موقع اصلا دکترا یه سری چیزها رو تجویز میکنن که توی کشور دیگه بهش میگن احتیاط قانونی غا... غیر قانونی بودنش زیاد رفتی نداشته باشه یعنی تو حالا اینجا نه ولی اگه دکتر تجویز کنه برات چی خب الزاما دکتر میتونه تجویز کنه ولی تو معتاد به اون ماده نشی <تصفح> قانون غیر قانونی بودن شما که معتاد به عشق ورزیدن هستی چه جوریه عاشق مهر و محبت ورزیدنه اعتیاد داره فراد داریم میگیم ما بله چه خانواده من اینطوری توی خانواده میدوه نه ببین اعتیاد اصلا مربوط به سابستنس نیست مربوط به ماده مخصوصی نیست مثلا هروئین اصلا تو تعریف اعتیاد مثلا هروئین الکل اینا مهم نیستش اعتیاد اون رفتاریه که تکرار میکنی و نمیتونی بذاریش کنار سو میتونه اعتیادت خریدن باشه خوردن باشه و همه ما یه جور یه اعتیاد رو داریم فقط اونجوری نیستش که شناخته شده باشه توی جامعه مثلا به موادی به ممکنم هست به مواد باشه نمیدونم <تصفح> آره تو پرانتز داری تولید آره هی بکنم کار آره آره, آره. 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 مهم <تصفح> <تصفح> یه تو پرانتز هم یه خبر بدم والا واسه کسایی که شاید علاقه داشته باشن از آخر این ماه یعنی از اول ماه آینده قراره که حالا نمیدونم چند تا چند لوکیشن یا یه جا باشه که بنگو آره هروئین و کرک و کوکائین درست حساب و متنفتمین درست حسابی به مردم میدن شما زنگ میدید شماره این زیر میاد زنگ بزنیم برای تو و خیلی هم کرک اونی که تو از ماشک تولید میشه کرک کوکین بهش میاد آره نه کوکین مگه طبیعی نیست چرا کرک فراورده کوکاینه تو جایی که من تو رو زمان خوندی قراره... <applause> نه استفاده نداشتم <applause> <applause> ولی اگه باز کنه حالا شاید استفاده بروشنده قراره که با جرقه های و ماسک و اینا باشن هیچ, هیچ شناسه... قابل شناسایی نباشن و خیلی محیط عجیب غریبی ولی ببخشم حالا این اصلا از بحث این دور میشیم گفتم تو پرانتزی میگم که بنگو هست چیش تو بنگو هست کردی از دنیا یه نواده جالب هفته بود که خیلی وقت خود نمشتیم شما بفرسن. وقتی که PTSD هم تعریفش واضح بود خوب بود okay. <applause> so, uh, وقتی که ما توی بحران هستیم uh, برای اینکه از, از اون بحران عبور بکنیم و برای اینکه uh, تاثیرهای استراب پس از حادثه رو کم بکنیم تجربه شو um, سه تا مرحله رو باید انجام بدیم uh, و اول هم یه چیز دیگه اینه که تراما هر کسی رو یه جوری تحت تاثیر قرار بده ممکنه که ما چهار تا که الان اینجا هستیم یه حادثه ای اتفاق بیفته که یکسانه و هممون همزمان اینو داریم تجربه میکنیم ولی هر کدوممون یه تاثیری میگیریم و این برمیگرده به, تح... به خیلی از چیزا برمیگرده به تجربه گذشتهمون که شکل داده ما اونی باشیم که امروز هستیم که چطوری این به ما تاثیر میذاره و به اون شغل و حرفه که داریم در طول زندگیمون کلا اصلا چقدر استرس به سوای این اتفاقی که افتاد تجربه کردم و اینکه حالا این تجربه چند بار تکرار خواهد شده یا خواهد شد برای ما سو so به, به به تکرار این تجربه دردناک بستگی داره که چقدر ما اون تراما رو توی جونمون نگه میداریم و باز دوباره اگه نگاه بکنی توی جامعه ایران این درد و رنج مدت هاست سال هاست که داره تکرار میشه این الگوی رفتاری که یه اتفاق یه حادثه میفته و بعد انکار میشه این اتفاق و بعد میخواد مخفی بشه و بعد فراموش میشه درست. نه که فراموش بشه ولی یه جوری جلوه سر داده پوش میشه آها سرپوش روش گذاشته میشه. میشه مرسی سو so, این الگو تکرار شده و به خاطر همین این درد و رنج و هی میکنه سو so, اگر که ما داریم الان از یه حادثه به عنوان یه جامعه از یه حادثه رد میشیم به عنوان یه جامعه از یه سوگی رد میشیم دردناکتر میشه به خاطر اینکه تکرار شده قبلا خیلی زیاد <applause> و اون درد و رنج توی بدن ما جمع شده سو so, وقتی که یه اتفاق یه حادثه بحران اتفاق میفته برای اینکه بخوایم تاثیرات پی رو کم بکنیم توی وجودمون اول اینه که اه, یه ام, یه وقفه ایجاد بکنیم برای اینکه اون آسیب به ما برسه اون تأثیرش بخواد به ما برسه سو اینترپت دی امپکت اون تأثیری که میخواد بهت برسه رو اه, وقفه توش ایجاد بکن مثلا اگه که همیشه اخبار رو نگاه میکردی و میبینی داره زیادی بهت قلبه میکنه یه روز اخبار رو نگاه نکن هیچ ایرادی نداره هیچ اتفاقی نمیفته ولی در عوض خودت قوی تر میشی نمیذاری بهت قلبه بکنه چون اگه میخوای که از بحران رد بشی باید اون قدرت خودتو حفظ بکنی هرچقدر ضعیف بشی در واقع به یه مهره سوخته تبدیل میشی و زیاد تأثیرمون منا... نمیتونی داشته باشی تأثیری که میخوای و بذاری و وقت اون انرژیشو نداری سو <تصیل> <بزاری. تصیل> <تصیل> so, مثالی که من میزنم بعضی وقتا اینه که ما باید ریشه رو محکم بکنیم و ریشه رو چطور میتونی محکم بکنی از اینکه از خود مراقبت بکنی فرض کن یه درخت رو فرض بکن و ما از طبیعت اگه که ما الهام بگیریم خیلی برامون بهمون به کمک میکنه چون ما هم یه بخشی از این طبیعت بزرگ هستیم سو so مثل درخت ها ممکنه که یکی بیاد شاخش رو ببره برگاش رو ببره اصلا درخته یه برش خشک بشه یعنی ولی اگه ریشهش محکم باشه این دوباره جوونه میزنه حتی اگه چند تا فصل رد بشه زمستون بیاد بهار بیاد چند وقتم هیچ رشدی نداشته باشه ولی آخر سر اگه ریشهش سفت و محکم باشه حتما رشد دوباره زندگی دوباره توش جریان پیدا میکنه مم. بسیار زیبا بود یه چیزی که الان حالا من زیاد میبینم اینه که یه سری آدما از یه سری آدم های دیگه انتظارهایی خیلی عجیب دارن یعنی بعضی موقع چیزی که آدم میبینه اینه که این انتظار آدم ها از هم دیگه که نه حالا چون من دارم الان می جنگم تو هم باید همونقدر من بجنگی یعنی میتونه خودش احساس میکنم آسیب بزنه به خیلی از آدم ها. یعنی مم. آدم ها یه سری کارهایی رو میکنن برخلاف چیزی که دوست دارن اتفاق بیفته یا برخلاف حالا انرژی که الان تو اون لحظه ازش دارن اینم باید احساس میکنم ازش پرهیز بکنیم یعنی با اینکه این انرژی که من دارم برای اینکه به جنگم با انرژی که کارون داره مطمئنا متفاوته مه. یا توی چه شرایط روحی الان من هستم و یه نفر دیگه هست واقعا متفاوت ما نمیتونیم از همه به خاطر اینکه خودمون خیلی سطح انرژی بالایی داریم بخوایم که در واقع این همون افکت رو داشته باشن همون در واقع سطح انرژی رو بذارن حالا اینم من گفتم بگم اینو گفتیم من یادم اومد ما اواخر اواخر شهریور اوایل مهر ما سالی توی اینستاگرام خود گذاشته بودیم در رابطه با همین اون در واقع اون روزها خیابونا خیلی شلوغ بود که از حال و هواتون بگید و چطوری و اینا یادم یه تعداد خیلی قابل ملاحظه‌ای به ما جواب داده بودن با این مضمون که چون مشکل پنیک اتک داشتن نمیتونستن خیلی برن توی خیابون و یا اصلا نمیرفتن و خیلی حس بدی نسبت به این موضوع داشتن این همین برمیگشت به حرفی که ایمان زد واکنش آدما حالا به شرایط یکسان میتونه متفاوت باشه نمیتونی از همه انتظار داشته باشی که یه مدل برخورد کنه من یادم حالا با اونه که صحبت میکردیم ای تاکید میکردیم که در واقع قرار نیست همه به یه شکل مشارکت داشته باشن توی این موضوع حس بدی نداشته باشید هر کسی یه گوشه یه کار رو قرار بگیره ام چیزی که فکر میکنم اینجا ممکنه کمک بکنه باز اینه که یه دلیلی داره که ما توقع داریم دیگری هم مثل من رفتار بکنه و اون باز دوباره برمیگرده به اون باورایی که تو وجود خودم از اون تجربه ای که از این دارم شاید فکر کنم که مثلا من دارم این همه تلاش میکنم چرا این نشسته یا مثلا مگه خون من از این رنگین یا از این چیزایی که درست میشه تو ذهن ما اگه که تمرکزتو بیاری روی خودت و تجربه خودت توی اون لحظه خودت هستی که میتونی به خودت کمک بکنی ممکنه که احساس خشم بکنی که بغل دستید نشسته تو هستی که بعد با اون خشمت دست و پنجه نرم بکنی و براش یه کاری بکنی و صرفا اگه که توقع داشته باشی که یکی دیگه بلنشه بیاد خشم تو از بین نمیره سو so, مسئولیت مسئولیت خودتو پذیرفتن باعث میشه که هم به خودت کمک بکنی هم برای خودت شفقت داشته باشی همین که دیگری رو قضاوت نکنی و آسیب مخربی درست بکنی روی یک کس دیگه یا قضاوتش بکنی خودت خودت رو درک بکن و اونطوری میتونی لاقل اون یکی رو هم درک بکنی کمکش بکنی و اگه که شاید اون کسی که پنیک اتک داره اگه که به اینکه قضاوت بشه به اینکه مثلا بگن او چرا تو نمیای مثلا تو یه چه ترسوی فلانی اگه که یه نفر بیاد و بهش بگه او میبینم که حتما برات وحشتناکی که بیا اشکال نداره امروز نیا شاید فردا حالش خوب شد اونم تونست بیاد سو <applause> so, همدلی داشته باشیم با هم دیگه به جای اینکه قضاوت بکنیم و اول خودتو دریاب اول خودتو آروم بکن ببین درون وجود تو داره چه اتفاقی میفته تا بتونی یکی دیگرم درک بکنی <applause> سوال هم جواب داده میشه شما دا ادامه بدید من <سه> so, اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که وقف ایجاد بکنیم توی اون تأثیری که میخواد بهمون برسه دومین کاری که میخوایم بکنیم شاید نتونیم توی لحظه یه مکسی رو ایجاد بکنیم یه وقفه ای رو ایجاد بکنیم دومین کاری که میخوایم بکنیم اینه که شناسایی بکنیم که این اتفاق چه تأثیری داره تو وجود من میذاره و اینم ممکنه که خیلی راحت باشه برای ما مثلا او من دیگه شبا نمیتونم خوب بخوابم از وقتی که انقلاب شده یا اینکه تپش قلب دارم وقتی که از خواب بلند میشم یا یا ببین که چه تأثیری داره برات میذاره توی اون لحظه سو شناسایی بکن که ببین چه تأثیری داره میذاره و تمرین تاباوری بکن تمرین اینو بکن که بهتر بتونی با این روبرو بشی مرسی من سو شناسایی بکن و تمرین تاباوری بکن که حالا توی اپیزودهای بعدی قراره که تمرینای تاب آوری رو باهاتون شیر بکنم سو اولش اولیش اینه که وقفه بنداز در این دریافت کردن تاثیر دومیش اینه که شناسایی بکنی که چه تاثیری داره و تمرین تاب بکن و سومیش اینه که ممکنه که بازم این مرحله دوم هم هست ممکنه نتونی انجامش بدی اتوکه هیچ اشکالی نداره حالا سعی بکن که اون تاثیر اون ام، عواقبی که برات داشته رو باهاشون روبرو بشی و باز دوباره درمانشون بکنی شفقت داشته باشی خودتو توی اون موقعیت ببینی که او مای گاد This was پینفول این کاری که من کردم این تجربه که داشتم خیلی دردناک بود اینی که رفتم توی خیابون هیچ اتفاق واسه خودم نیفتاد ولی دیدم که یکی اون ور خیابون باتوم خورد بهش یا یکی رو اون وره خیابون زدن بردن و این چقدر وحشتناک بود برای من هی hey, نگو که او oh مای کاش من جای اون بودم یا من چقدر دست و پا چلفتیم که الان اینو دیدم حالا مگه چی شد که حالا اونو بردن منو که نبردن حالا که چی مثلا من انقدر حالم بده نه بر خود شفقت داشته باش واقعا وحشتناک بود که اونو دیدی تو میتونستی جای اون باشی و باز اونم وحشتناک بود سو پس خودتو درمون بکن توی اون موقعیتی که هستی تو این تا مرحله این ستا مرحله خیلی مهمه که ازشون آگاهی داشته باشیم okay. نه شما بفهم آره ایمان, ایمان آورد آره. آورد. آره. من دیدم که دیگه بچه خودت بزنیم من خودم اونجا <تصفح> لبو آره <تصفح> <تصفح> لبو کردم سو so, حالا این تراما بودش یه چیز دیگه هم که باز سوال اومده بود در مورد فرق استراب و استرس بود که از من سوال شده بود و خیلی فکر میکنم سوال به جایی که این دوتار از همدیگه تفکیکش بکنیم سو so, استراب با استرس فرقش چیه من این نمودار رو داشتم که حالا توی چیز نشون میدادم فکر میکنم که خیلی از دید، دیدگاهی کمک میکنه سو so, استرس وقتی که ما داریم یه چیزیه که کوتاه مدته و احتمالا دلیلشم هم میدونیم مثلا من الان میخواستم حرف بزنم اینجا قبل از اینکه که بچه ها داشتم به من شما داشتین به من میگفتین که باز تا به این اپیزود قبلی باز چطور باز خورد <تصفح> باز خورد این اپیزود قبلی چی بود یه لحظه یه استرسی اومد توی وجودم که اومای گاد حواسم باشه که مثلا <تصفح> خرابکاری نکنم میدونی so یه لحظه یه استرسی میاد و دلیلش هم مشخصه <applause> ولی تجربه شبیه به استرابه فقط اینه که زود تموم میشه یعنی میتونی مدیریتش بکنی استراب یه چیزی که ممکنه بلند مدت بمونه توی وجودت و احتمالا هم دلیلش رو نمیتونی به زود پیدا بکنی یا اصلا نیستش نمیدونی چرا مضطربی نمیدونی که چرا مدت هاست که مثلا توی یه موقعیتی قرار میگیری حالت بد میشه و این اون موقع میتونه برگرده به تراما هات. که یه چیزی چون تراما نه تنها توی بدن توی جای مشخصی جمع میشه و همینطور زمان و مکان داره مثلا اگه همیشه توی جنیوری مثلا مثال هواپیما رو دوباره استفاده میکنم ما میدونیم که توی جنیوری قرار هواپیما بهش شلیک بشه سالگرد هواپیماست سال... کر... سالگرد هواپیماست سو so, یه چند روز مونده بهش هممون حالمون بد میشه چون میدونیم که این قرار اتفاق بیفته و و حتی زمانش رو میدونیم میدونیم که امشب که بخوابم صبح که بلنشم هواپیما نیست دیگه زدن هواپیما رو so, سو زمان داره اه, تاریخ داره و تراما اینطوری استور میشه اینطوری نگه داشته میشه توی اه, روح و روان ما توی جسم ما و به خاطر این وقتی که استرابو داریم ممکنه که مال الان نیست و برمیگرده مربوط میشه به یه چیزی که توی گذشته اتفاق افتاده اینجا یه ذره میشه سب کنیم این حالا اینا مفاهیم برای شخص من مفاهیم جدیدیه حالا مثلا یک سال خورده که من با مقوله احساس آشنا شدم چرا انقدر سخته همین استرابی که توصیف کردید شما اه. اه. چرا انقدر پیدا کردن این که در واقع چه موضوعی ریشه اصلی اون استراب است توی وجود ما سخته چرا ما تو خداگاه به این دسترسی نداریم بلکه وقتی که اون اتفاق ریشه ای افتاده همونقدر سردرگم و کلافه بودیم نمیدونستیم از کجا اومده توی اون ب... بچگیمون که برمیگرده ببین گفتم احساس درموندگی احساس بیچارگی احساس نمیدونم چیکار کنم نمیدونم چرا اینجوری شد نمیدونم چی شد که اینجوری شد اون ندونستن اون کلافگی و سردرگمی ریشش مال گذشته است بنابراین هنوزم هنوزم کانفیوزی هنوزم نمیدونی چیه ببین من به این موضوع که فکر می‌کنم خب بدن ما در واقع مغز ما طوری تکامل پیدا کرده که احتمال حیات ما رو بیشینه کنه یعنی که ما زود از بین نریم این حالا شامه ها و این استراب هایی که توی سطوح عمیق ناخودآگاه ما ثبت شدن و در لحظه ممکنه مثلا چه میدونم من اون دوربین رو نگاه کنم من یاد یه چیزی بندازه که خودم نمیدونم چیه ولی به من اضطراب بده این که به نظر میاد در واقع احتمال حیات ما رو داره کاهش میده یعنی ما رو در واقع بیشتر آسیب پذیر میکنه این ویژگی حالا مغز و احساس حتی من متوجه میشم شاید این توی جوامع الان چون همه چیز خیلی امنه این اضطراب ها ممکنه خیلی کارایی نداشته باشن ولی مثلا برگردیم 500 سال قبل 600 سال نه 1000 سال قبل و حتی دورتر زمانی که تمدن وجود نداشته ما توی جنگل بودیم احتمالا کاربرد حالا اضطراب و تراما این بوده که مثلا یه روزی یه حیوانی به تو حمله می کرده این ثبت می شده حالا توی جنریشن تو توی دی ان اصلا کود می شده می رسیده به بقیه تو سری تو شرایط مشابه که قرار می گرفتی به صورت خودکار خودتو از اون ماهی دور می کردی. فرار می کردی همینه ولی الان به نظر میاد یه ذره از کارای این موضوع کم شده توی جوام امروزی به خاطر اینکه اکثر موا... اکثر شرایطی که ما توش قرار می گیریم و اون ما رو بالا میاره اون حس استراب رو بالا میاره احتمالا خطر حیاتی برای ما نداره یه ذره اینو اگه میشه تکامل چیزش رو اگه کم کنه انسان های های دورتر بعدی یه ذره راحت تر زندگی کنم من, من حس بکنم حجم استراب یه وقتایی متناسب با شرایط زندگی ما انسان ها نیست این مال زمانی بوده که تو خطر مرگ و زندگی داشتی الان اون نیست ولی زمینگیرت یه میکنه یه متوجه منظوره میشه خیلی آره، بعد... داشتم بلند بلند فکر میکنم مثلا... سآل و تو قضای مالی و اینا میتونه خب تو رو به این سمت سوق بده که اگه این مثلا نتونی فلان خونه رو اجاره بکنی یا فلان حالا خونه مم. خریدن که خودش میشه لول دیگه یا فلان غذا رو نتونی بخوری اینا اینا در نهایت به حیات تو تاثیر میذاره دیگه یعنی حالا درسته تو جامعه پیشرفته تر داریم زندگی میکنیم و به, به نسبت امتر شیر و پلنگ و اینا نیست که بیاد بالا تو ایران که اون قدم امن نیست ولی خب نه آره آره, آره, آره نه. نه اون که ارزشی میاد بالا اون که سر جاشه ولی خب اون نتونستن تامین کردن حالا سقف و غذا اینا خودش میتونه من فکر میکنم یه جوری اون استرس و اون ادامه حیات تو رو خب دقیقا بتبره. همین این استرس و استرابه اگه کار کرده درستی داشت باید تو رو بیشتر برای مواجهه با اون شرایط آماده میکرد الان کاری که میکنه برعکس تو رو کمتر مثلا بچه هایی که قمتنم. استرس دارن برای امتحان پنیکتک میگیرن یه کاندیشنی بهشون وارد میشه خب اینا توی امتحانه نمیتونن درست پرفوم بکنن ام. یعنی در واقع اینها رو خطر حالا تو مثال غذا خوردن و خونه رو زدی این استرس استراب قاعدتا باید در خدمت جون سالم به در اون آدم رو باشه ولی کاری که داره میکنه انگار برعکسه بیشتر باعث میشه که تو از رسیدن مثلا به اون خونه دور شی چون اصلا انقدر استراب گرفتی که خونه نشین شدی ما خیلی باره یه پروفشنال آوردیم خودمون داریم روسنگی برای حلش اگه <applause> اجازه بدیم که ایشون صحبت کنن خیلی خوب میشه پروسس پادکست همین خیلی روسا من نمیگم این دور بعد مشاهده دارم میگم میگم این چه در واقع احساسی که یک من سورسش رو پیدا نمیکنم دو به ظاهر آره. داره. من رو از زندگی روزمره من, من میندازه yeah. ببین انالوجی درستی داری یعنی تصویر درستی داری از اینکه به چه درد میخوره استرس ببین استرس چیه استرس وقتی که هورمون کورتیزول توی بدن ما ترشح میشه هورمون کورتیزول چیز بدی نیست چیز خوبیه اگه کورتیزول ترشح نشه تو صبح از خواب بلند نمیشی سو so you need the, حتما اینو نیازش داری و همونطور که تو گفتی اگه به evolution به تمدن تکامل. تکامل نگاه بکنی باید اینو میداشتی که یادت باشه اگه دوباره اون خطر اومد یادت بمونه که دوباره نخوای از سر بری یاد بگیری چجوری جوری با یه پلنگ بخوای بجنگی اینو بعد یادت میمون سو so این به درد بخوره این یه چیزیه که نیازه توی طبیعت و سیستم سیستم عصبی تو اینطوری جواب میده این،, این رفتار سیستم عصبی تو توی قسمت بعدی میخوام راجع به سیستم عصبی و بدن صحبت بکنم بیشتر راجع بهش صحبت میکنم ولی سیستم عصبی ما هر چهار ثانیه یه بار دنبال سرنخهای امنیت و خطر میگرده و این یه چیزی که اتوماتیک داره توی, توی وجودت اتفاق میفته اصلا ازش آگاه نیستی سو so, این که اینو گفتیم ما آگاه شد و بدتر شد ثانیه خیلی زیاده من گفتم هر دو ماهی یه بگرده حل حالا سو به خاطر همین همش اون چیزایی که واسش یه مقطعی از زمان خطرناک بوده یا فکر کرده که واسش خطرناکه تا که اونا رو میبینه سریع اون امگدلات اون بر همون میگن آها. مثل بهش مثل آجیر خطر ذهنت هست روشن میشه و تو رو میخواد آماده بکنه که از خودت دفاع بکنی و این یف... یه, چیز طبیعیه که توی ذهنت هست حالا میگی که چی میشه که ما رو عقب نگه میداره مالفانکشن میکنه اولا اگر دلوقتي. که براش کاری نکنی ولی وقتی که درمانش بکنی وقتی که ازش آگاه بشی در واقع تو رو تاباورتر و مقاومتر میکنه به خاطر اینکه ابزارش رو پیدا میکنی که چطور با این روبرو بشی و ازش عبور بکنی و سریع رچی بری <تص> تا وقتی که براش کاری نکردی و به صورت یه او... يه... رفتار اتوماتیک توی بدنت اتفاق میفته که از کنترل تو خارجه آره تو رو عقب نگهت میداره ولی وقتی که ازش آگاه میشی و همون که دفعه قبلی گفتم اون چیزی که ناآگاه هست رو میاری توی آگاهیت بهش کنترل داری بنابراین انتخاب داری بنابراین میتونی سریع ازش عبور بکنی و اتفاقاً تو رو قوی میکنه اتفاقا تو رو رزیلینس میکنه تو رو تاب آور میکنه آره اصلا به این عبور کردنش فکر نکرده بودم که میشه عبور کرد از یه آره چون حالا خیلی هم فکر کنم ندیدیم دوروبر. کسی عبور کنه آره مثلا ببین شاید هم واقعا بوده آه. شاید دوروری های ما خیلی با استرس های مختلفی دست و پنجه نرم کردن واسه عبور کردن فقط نمیدونم به ما بگن یعنی دلیل نمیشه که هر دفعه مثلا آره. من با این مشکلی دست و پنجه نرم کنه اینو ما حلش کردن مینید به خاطر اینکه آدم من خودم اگه باشم به خاطر اینکه کوتن کوت ازش خجالت میکشم <تص> شاید نرم اصلا به کسی بگم ولی توی خودم خوشحال بشم خب من این مشکل حلش کردم بخشی از این هم هست که وقتی آدما مسنتر میشن تجربهشون میشن میشه تجربه چیه تجربهش اینه که یه بار این راه رفته میدونه دفعه دیگه که بیاد دینا هت... میدونه که چجوری عکس العمل نشون بده میدونه که چجوری پاسخ بده سو برابر سری ازش عبور میکنه ولی مجبور نیستی که صبر کنی تا تجربه اینو بهت یاد بده میتونی براش یه کاری بکنی و یاد بگیری میتونی بری کمک بگیری و یاد بگیری که بتونی ابزار داشته باشی که بهتر ازش عبور بکنی خیلی زیبا شده اگه وقت داشته باشیم یک ساعت شده من به نظرم اپیزود رو یک ساعت نگه داریم کامنت ها اینجوری بود که نه ادامه بدید میدونم خب خب هم از آز مشکل تره هم از آپلود و دانلود خودمون یعنی مثلا خودم رسوندن این به اون میلاد بند خودم که مجبور شد دفعه پیش 43 گیگ دانلود کنه چقدر مطلب مونده فکر چند دقیقه آره برای این اپیزود بله یه ذره no, دو دقیقه دو دقیقه آره دا دا ایمان داشت توضیح داد دانلود و چون میخوام منبع های این خیلی مهمه که بنظرم بدونیم که از کجا استرس به ما میاد همونطور که فراد داشت توضیح میداد مثلا شلتر خونه پول غذا اینا اینا یه سری نیازهای اساسی که میتونن به ما استرس بدن سو چیزایی که به ما استرس میدن اینه که ما فکر کنیم که کنترلمون رو از دست دادیم روی یه موضوعی <متحد> <متحد> یا واقعا کنترلمون از دست داده باشیم و این این اتفاقی که میافته توی ایران الان همینطوریه هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست کنترل از دست رفته سو خیلی استرس زیادی رو میاره دومین چیز اختلافیه که ندونیم چی کار میخوایم بکنیم کانفلیکت یعنی وقتی که یه اتفاقی میفته که درگیری ایجاد میشه و ما راه حلی براش پیدا نمیکنیم و سومین چیز اینه که اطمینان نداریم اطلاعات کمه نمیدونیم چی شده و نگاه کن که چقدر این ستا توی جامعه امروز الان ایران بارز و زیاد داره اتفاق میفته ب... به تکرار داره اتفاق میفته هر ستاش هم همزمان <applause> پس خیلی م... طبیعیه که استرس لولمون بالا باشه <applause> و وقتی که ما استرس میگیریم تو یا توی یه محیط سمی زندگی میکنی که این محیط الان جامعه ایران تقریبا میشه گفت بهش خیلی آسیبزا هستش حالا اگه سمی نخوایم بگیم غریبه میشیم از, از, از چیزا دور میشیم یکی از خودمون اول دور میشیم یکی از طبیعت دور میشیم یکی از اطرافیانمون دور میشیم و از اون محیط کارمون دور میشیم همش فکر میکنیم که تو حالت معلق هستیم تو حالتی که نمیدونیم کجا هست نمیدونیم چی کار میخوایم بکنیم و باز دوباره اون همون loss of control هست انگار کنترلمون رو از دست دادیم سو so, این تمام اینا رو میگم که آگاه بشیم و برای خودمون شفقت داشته باشیم که حق دارم که اینطوری احساس بکنم حق دارم که انقدر استراب داشته باشم حتی پنیک اتک بگیرم و خودمون رو قضاوت نکنیم سو so, این خیلی سخته من شخصا خیلی هم گفتن حالا اطرافیان یاد گرفتم شنیدم اینا اینکه بتونی برای خودت اون مهربونی رو داشته باشی اون مم. فهمه رو برای خودت داشته باشی فکر میکنم یه یه فهم خوبی میخواد بود چه نمیتونی برای خود مهربونی داشته باشی ماها هم اینجا دیوونه ای تو همیشه همینطوریه که جدی همیشه ما فکر میکنیم همه فرهاد بیشتر از همه دوست دارم تو چیزی جوری دارن ولی چه خودت نمیتونی همونجوری که ما خودمون نمیتونیم آقا هیچ من تو رو زیاد دوست ولی فرات همیشه همیشه ما واسه دیگران شفقت بیشتری داریم تا برای خودمون ما همیشه سختترین ترین قضاوت خودمون هستیم منتقد نه نه درست نه خب ببینیم اپیزودو واقعا ممنون که دوباره تشریف آوردین هنوز دو تا اپیزود دیگه حداقل داریم اگه من زیاد صحبت نکنم بکنم Uh, مرسی که اومدین مرسی که دوباره اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتیم من یه بار دیگه uh, لینک اینستاگرام صرف رو این پایین <applause> میذاریم uh, و ورکشاپ ها و اینا رو اگر که میخواین ساین اپ بکنین همه فکر کنم هم لینکش تو اینستاگرام باشه و توی وبسایت uh, دم همگی گرم ما دفعه بعدی که بتونیم اپیزود بدیم این کارو میکنیم ضبط میکنیم و اپیزودا رو سعی میکنیم هفتگی منتشر بکنیم دمتون گرم دیگه من چون فرزاد نیست میگم زن زندگی آزادی فعلا خدافظ خدا حفظ خدا خدا